سلام و وقت شما بخیر. به برنامه در کابل چه میگذرد خوش آمدید. سرخط خبرها. نگرانی از توهین و زورگویی ها در برابر پلیس های ترافیک. انتقاد باشندگان پایتخت از نهادهای امنیتی. تلاش شهرداری کابل برای پاکاری جاده های مزدحم. و راه اندازی 120 پروژه توسعه از سوی شهرداری کابل. برنامه در کابل چی میگذرد بازتاب دهنده مشکلات شهر کابل است. تا مسئولین آگاه شود و شهروندان کشور هم بیدار. پس با من زرمینه محمدی بیننده این برنامه باشد. شهرداری کابل شماره از جاده ها و پیاده روهای مزدحم را در ناحیه 11 و 15 پایتخت پاکاری کرد. سخنگوی این نهاد آغاز برنامه عملیاتی شهرداری را برای پاکاری جاده ها بر ایجاد نظم شهری، کاهش ازدحام ترافیک و زیباسازی شهری اثرگذار می‌داند. به گفته وی روند نخستین برنامه از جاده ها و پیاده روهای ناحیه اول شهر کابل آغاز شده است و در 3 مرحله و 5 ماه با عمل شدن در بسیاری از بخش های مزدحم پایتخت به پایان خواهد رسید. در این حال شمار از دستفروشان کنار جاده ایجاد چالش های شهری را از سوی خودشان میپذیرند، اما از حکومت میخواهند که برای ادامه کاربارشان جاهای بدیلی را برایشان بد نظر بگیرد. حضور دستفروشان و وسایلشان در کنار جاده های کابل به چشمگیرترین نماهای مزدحم در این شهر مبدل شده است. شهری که از بهر حضور غیر قانونی این دستفروشان نه پیاده روهایش پیداست و نه موتر روهایش. استادن دست فروشان و کراچی هایشان در جاده های پایتخت سبب شده است که به نازیبایی های این شهر افزوده شود. مهم مشکلاتشی است که جاده ها را بند کده. بعضی ها باید دولت یک جای مشخصه او جبری ایتونه که یک روز کراچی را او صبح برا و دگر روز پس باز دم جای خود استاد شود. ازدحام ترافیک، بسته شدن پیاده روها و دشواری های گشت و گذار در جاده های پایتخت از پیامدهایی گفته می شود که حضور غیر قانونی دست فروشان در جاده های شهر کابل به بارها ورده است. پیامدهایی که نه برای رهگذران کنار جاده های کابل خوشایند است و نه هم برای رانندگان. جای مشخص برایشان نیست، کلشان در روی سرک آمدن. روی سرک آمدن دریور مجبور می شه که یک جای استاد کنه به سواری و اگه سواری استاد کنه بسه سرک بند میشه. با این حال دست فروشان کنار جاده ایجاد چالش های شهری را از سوی خودشان میپذیرند، اما از حکومت میخواهند که برای ادامه کار و بارشان جاهای بدیل و مناسبی را بیابد. ما مجبور هستیم که کار کنیم، دیگه چاره هم نداریم. باید به خاطر کار کردن ما نفقه خود را میبریم خانه و نال. اگر ما نال کار نکنیم خب کشنا میمونیم در حساب. همزمان با افزایش انتقادها از حضور گسترده دست فروشان و ایستادن کراچی هایشان در جاده های کابل، شهرداری کابل در این هفته بخش های از کابل چون ناحیه های 15، 11 و منطقه سرای غزنی را از وجود ازدحام پاکاری کرد. تا 5 ماه دیگر این ادامه پیدا میکنه و همچنان در تمامی نواحی شهر کابل به اساس هدایت رهبری شهرولی کابل و همچنان معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان این پروسه قابل تطبیق و قابل اجرا است. دا کم کارو شهرولی کوي بس نمایشی پیز بکنه د پاره کوي دغه پاره کوي دائمی نه کوي چې دا کارو دائمی باید وکي. در حالی که شهرداری کابل از روز 16 ماه میزان سال روان تا کنون به گونه شدید دست به پاکاری شماری از بخش‌های مزدحم پایتخت زده است، اما شمار بسیاری از این دستفروشان پس از روند پاکاری جاده‌ها با نادیده گرفتن این روند بار دیگر در جاده‌ها و پیاده‌روهای پایتخت مستقر شدند. برای بس بیشتر در این مورد آقای فاضل شریفی
معین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کابل در استودیوی تولونیوز با ما حضور دارند. سلام بر شما، خوش آمدین آقای شریفی. ممنون. از اینجا آغاز میکنیم. مدیریت شهری و دشواری هایی که ما در این بخش داریم. کار پاکاری شهر کابل یکی از برنامه های شماست. به کجا رسیده؟ با سپاس از شما اول سلام دارم خدمت همکاران محترم تولونیوز و بیننده‌های محترم تولونیوز در ساعتی که ما در خدمت شما هستیم. بحث پاکاری و بحث حفظ نظم شهری و تامین نظم شهری یکی از اولویت‌های بسیار اساسی شهرداری کابل همیشه بوده است و در آینده هم خواهد بود، بخصوص در ماه‌های پسین با توجه به وضعیتی که متاسفانه وضعیت ازدحام گاهی ما شما می‌بینیم که گاهی مسیر را باید در یک ساعت بریم، گاهی میشه که تا دو ساعت و سه ساعت هم میریم. در پهلوی عوامل دیگه، یکی از عوامل هم حضور دستفروش ها، مسدود شدن جاده ها از طریق دستفروش ها و همچنان گذاشتن موانع مختلف کانکریتی و سایر مشکلاتی که در شهر بوده این مسائل بود. به اساس همین شهرداری کابل طرح مدونی را آماده ساختن و این طرح شامل میثاق امنیتی شهر کابل است. به اساس میثاق امنیتی شهر کابل، حفظ نظم شهری و تنظیم شهر کابل یکی از برنامه‌های بسیار اساسی است. خوشبختانه از طی چند روزی که برنامه شروع شده و امیدوار هستیم که با همی با توانمندی که شروع شده با همی توانمندی انشاءالله دنبال شوه و انشاءالله چیزی در توان همکارای ما در شهرداری کابل است همیشه دریغ نخواهد کردن. امیدوار هستیم بتانیم یک بهبودی را در وضعیت شهر خود از لحاظ حفظ نظم شهری رونما بسازیم. در هفته پسین این برنامه شما که آنچنان که در تصاویرم دیدم میشه شما در ناحیه 11 و 15 آغاز کردین، زمانی که شما میرین جاده ها را پاکاری میکنین از وجود دستفروشان و وسایلی که دکانداران در کنار جاده ها میمونن، دوباره سراغ این جاده ها را میگیرین که چیکار در اونجا پس از این صورت میگیره؟ متاسفانه دستفروش ها یک چالشی است که در اکثریت از شهرهای دنیا مشاهده شستیم، اما به این بی‌نظمی که در شهر کابل متاسفانه است این وضعیت بر هیچ کس قابل تحمل نیست. ما دستفروش ها به اصطلاح تعدادی که اینا دارن یک رقمی است که در حالت نوسان می باشه، به خصوص در فصل های آخر سال، فصل آخر فصل پاییز و فصل زمستان، چون مسائل به اصطلاح کارهای زراعتی و اینا کاهش پیدا میکنه اکثرا دستفروشی را ما شاهدش بیشتر می باشیم در شهر کابل. اما پرسشم دم همین است که چی کسی بر از اینا اجازه داد؟ ببیجه شما تصاویر مشاهده میکنین، آیا شهرداری کابل شما پیش از این نمیدونستین که این دستفروشان یا این وسایل در کنار جاده ها یا دکان ها و غرفه های خودسر ایجاد شده؟ چرا؟ این مشکل هم میدونستیم و همیشه اقدام کردیم. ما همیشه شهرداری کابل، اما اقدام های شما مقطعی بوده. شهرداری کابل در همکاری با ترافیک، در همکاری با پلیس امنیتی، تنهایی مسئولیت نیست که بتونه شهرداری کابلی را انجام بده. در اینجا ما به همکاری جدی و پیهم نهادهای امنیتی نیاز داریم، به همکاری ترافیک محترم شهر کابل نیاز داریم و این هماهنگی بوده، اما در پاره از اوقات متاسفانه به نسبت از یک شاید هماهنگی ها کمتر بوده یا شاید مسئولیت های دیگه متوجه نیروهای امنیتی یا نیروهای ترافیک ما بوده کمتر به این مسئله پرداخته شده. اما به اساس میثاق امنیتی شهر کابل تصمیم رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستانی است که ما بتونیم به این وضعیت فعلی شهر کابل نقطه پایان بگذاریم. درست، چگونه شما نقطه پایان خواهد گذاشتین آقای شریفی؟ مثلا من بر شما مثال میتم، حوزه 11 همه خشتوختیف روز سه شنبه، من خودم از این مسیر گذاشتم، نیروهای پلیس و عملا از شهرداری در اونجا حضور داشتن، جاده را کنارهای جاده را پاککاری کردن از وجود وسایل دکانداران، نیم ساعت بعد دوباره هم از همون مسیر گذاشتم، اما عین وسایل در کنار جاده ها مانده بود و دستفروشان هم دیگر به کارشان دوباره ادامه میدادن، معامله در این میان است؟ تشکر. خوشبختانه معاملی از جانب شهرداری کابل هیچ وقت نبوده و نیست و من یقین دارم که نهادهای امنیتی و پلیس ترافیک هم جدا تلاش دارن که بتونیم به این وضعیت نقطه پایان بگذاریم. این بار تفاوت داره. ما همیشه متاسفانه در جریان سالهای قبل تلاش های مقطعی صورت می گرفت، همونطور که شما اشاره کردین گاهی دستفروش ها از پیاده روها اینا دور می شدن و بعد از این هم دوباره بله. که همکارای ما می رفتن سر جایشون قرار می گرفتن. این بار در چند مرحله تطبیق می شه. مرحله اول تصاویر اگر صحبت کنیم که در مرحله اول تطبیق
برنامه به شکلی است که باید همون نقاطی که مزدحم هستند، نقاطی که شما می‌بینید ساحه سبز، در ساحه سبز غرفه ایجاد کردن، نقاطی که ساحات سبز اشغال شده، این نقاط باید تصفیه شوه، پاکاری شوه. ساحات سبز است از طرف ریاست سرسبزی شهرولی کابل به همکاری به خصوص شریدهای سبز یک ما داریم که هموطنان ما در روش خانه‌های مسکونی شان است، به همکاری از اونها ان شاء الله کوشش ما است که شهرولی کابل سبز بسازه و بر حفاظتش همکارای شهری عزیز ما هم ابراز آمادگی کردن. بحث دیگه است که ما در این مرحله برنامه ای است که ما بتانیم بعد از اینکه دست فروش ها از پیاده رو ها اینا به محیط های دیگه انتقال میشن، ما میز ها به اصطلاح کراچی ها و امو استناد هایی را که اینا رویش اجناس خود به فروش میرسانن، یک طرح مدون آماده شده که به اساس از او دیگه بر پایان گذاشتن، نقطه پایان گذاشتن برای هرج و مرج در شهر کابل، ای مطابق هم دیزاینی که از طرف شهرولی کابل صورت گرفته، میزها و تخت ها و وسایلی که اینا بالای از او همته خود عرضه میکنن، اینا تنظیم میشه با یک نظم خاص بر اصناف مختلف، برای امو تیف های مختلفی که از دست فروش ها داریم جای به جای میشه، اینا از حالت سیار خلاص میشن. آخه شریفی فکر نمیکنین این برنامه شما باید میرفت از مناطق، از محله های باید آغاز میشد که بسیار مزدحم هستن و حضور دست فروشان هم خیلی زیاد است. اگر من تصاویر به شما نشون بدم به ویژه مندوی کابل، اگر شما ببینین اصلا جای برپای ماندن نیست که کسی در اونجا حرکت بکنه، به ویژه دکانداران هم که در اونجا هستن، یا این گونه تصاویر اگر شما مشاهده بکنین، شما به عنوان کسی که شما در شهرداری کابل کار میکنین، برتان قابل پذیرش است؟ به ویژه در قسمت کوتی سنگی اگر شما برین مندوی کابل رو ببینین، طرف خشتی اختی برین و همسال از پل خشتی و پل باغ عمومی میره، برای هیچ کس قابل قبول نیست. ما همیشه در متن شهر هستیم، میبینیم سر کار داریم به این مسئله، به خاطر از اینکه قابل قبول نیست این برنامه آغاز شده. بحثی است که این مختص به نواحی 11 یا 15 یا نواحی اول نیست، در تمام نواحی شهر کابل برنامه منظم آغاز شده، روز آغاز رو هستیم. ان شاء الله شما شاهد از این خاط بودین که در طی چند ماه آینده این وضعیت ان شاء الله برش نقطه در صورتی که در نیم ساعت پس اوضاع به حالت عادیش برمیگردد چه انتظار داشته باشیم؟ روزای نخست بوده، روزای نخست بوده، ما مطابق میثاق امنیتی کابل همه روزه جلالت ما بامور صاحب اول ریاست جمهوری خودشان این مجالس رهبری میکنند، تمام نهادها وظایفشان مشخص شده، ما هر سایر یک پاکاری میکنیم، بعدش برای پلیس حوزه مربوطه سپرده میشه، پلیس حوزه مربوطه مکلف است که حفظ کنه و نیروهای امنیتی ما تعهد دارن و این همکاری را میکنن. درست. یک پرسشی که در این میان مطرح میشه که آقای شریفی، شما میدونین که دست فروشان که در کنار جاده های نامیان کارشان انجام میتن، به چی کسان هم پول میتن؟ متاسفانه ما دست فروش ها در کنار از این دست فروش هایی که داریم که یک کسی آمده یک کراچی داره یک امتی را عرضه میکنه، متاسفانه در این جمع ما یک تعداد کراچی های در شهر کابل هستن که شاید 300 یا 400 کراچی را یک نفر داره میکنه. درست. به خاطر پایان گذاشتن به این وضعیت و مطابق میثاق امنیتی شهر کابل، ما پیشتر هم عرض کردم که یکی از اولویت ها احیا یا حفظ نظم شهر است. مثلا چقدر پول میتن شما ارزیابی کردین؟ خب متاسفانه ما ارزیابیه که چقدر پول میتن، چون همکارای ما در این پروسه زیاد دخل نبودن که ما بگیم که همکارای ما کی، ما همیشه پرسان کردیم از فروشا. متاسفانه اینا گاهی شکایت هایی داشتن که اخاذی از دست از اینا صورت میگرفته، به خاطر از اینکه برای اخاذی ها نقطه پایان گذاشته شوه، فعلا مطابق هدایت جلالت ما رئیس جمهور قانون شهرولی ها در این زمینه عمو مادیش تعدیل شده و به اساس از اقدام میشه. تشکر، سپاس از اینکه آقای شریفی شما حضور یافتین به برنامه، ممنون شما. فکر هم بیندو عزیز از شما دعوت میکنم که بیننده گزارش در مورد افزایش توهین و زورگویی ها در مقابل پلیس ترافیک باشد. ویدیویی که پس از لتوکوب شدن یک پلیس ترافیک در رسانه های اجتماعی امگانی شده است. در این تصویر که از منطقه سیلوی شهر کابل تصویر برداری شده است، برخورد زشت نگهبانان یک تن از نمایندگان شورای ملی را با پلیس ترافیک نشان می دهد. ظاهرا نگهبانان این نماینده شورای ملی پس از مانع شدن این پلیس ترافیک برای تردد غیر قانونی موترهایشان از جاده سیلو انگام توقف سایر موترها دست به اهانت این پلیس زدند. پلیس ترافیک اهانت شده از سوی این افراد نجیب الله نام دارد، فردی که از 22 سال تا کنون مشغول تأمین نظم جاده های کابل است. یک آراد موتر لنگروزر پلیت 301 واوجیم میخواد از جیران و ترافیک و جیران ترافیک مختلف بزن، میخواد جیران برایه. ما مضایمت کنم نبرای خط سیر است و بودیگارداش و فیزین تاج برمو کچی کشیگی که تقنداغ نفشانی ورکت بلاخت و عمل دوم و شاجور روشون مدرس خود گرفتیمش. دامن دگیری آخر تکمیل آخر ممکن داشت.
و تدیدم کرد که من دوباره من با تو گپ خاطرم و نیمانه دارم. وی که بیشتر از ناملایمت ها و خاطره های ناخوشایند کاریش روایت میکند میگوید که تخلف ها و زورگویی های شماری از مقام ها هنگام تردد در جاده های پایتخت از یک سو سبب ایجاد بی‌نظمی و سوی دیگر سبب شده است که انگیزه شان برای تامین نظم در جاده ها کاهش یابد. ما را ویود از ما تشکر کنه، ما را قدردانی کنه، ما را نظر به حالت امنیتی خراب و گرد و خاک و دود و غبار ما را هم تهدید میکنند، لاتکوب میکنند و تعیین و تقریر میکنند. مسئولان در مدیریت پلیس ترافیک شهر کابل وجود رفتار خشونت آمیز با پلیس های ترافیک در جاده های کابل را نگران کننده میگویند. هرچند این نهاد از شمار پرونده های توهین و لت و کوب پلیس های ترافیک آماری به دست نمیدهد، اما بر بررسی این پرونده ها تاکید میورزد. اکثرا وقت من سره چې به ها قضایی چې من تر رسیدلی دی من په بررسی کړی ده، خپل مقامات سره هم شریک کړی دي او عدلی و قضایی ارگانون هم منگ سره هم غیقی شوی دی پدی حقل بانی آقوی تا لسسه شوی دا و آقا قانون من شوی دی. بعضی واری و حادثه چی پولیس ترافیک من سر وری خپل پولیس ترافیک نو واری چی زند جنجال جور کی زکر چی باید محکمه تلار شی و یا آقا یا دست یا آقا سی خب پا عرض توگا بانی واری چی زند جنجال جور نکی. اما علتهای رفتار زشت بر ضد پلیس های ترافیک در جاده ها از زبان شهروندان چیست؟ قانون دلته په افغانستان که قانون مراد نشته، ځکه چې د چارواکو د دغه هم قانون نه مراتیږي او بل زورمندان خلق دي. لکه مثال په ترافیکو کې، ترافیک وهل کیږي ډبول کیږي، دغه قانون نه عوام مراتی نه زورمندان مراتی. یګون ته ترافیک درس مسلکی نه خوانده و دیگه مشکل د لیورا هم است که می ترافیک اصول ترافیک درست مراد نمیکنه و ده بین سرک استاد میشه سواری را میورداره و یگان جای ترافیک هم مشکل داره. با این حال یکی از رانندگان در شهر کابل چگونگی عملکرد پلیس ترافیک را با قشرهای گوناگون جامعه به انتقاد میگیرد. ذبیح الله که از 4 سال تا کنون مشغول رانندگی در جاده های پایتخت است، پلیس ترافیک را به گرفتن پول، جریمه های نامعیاری و ایجاد بی‌نظمی در شهر متهم میسازد. مشکل خود ترافیک هم جور کرده است. بسیاری موتران ها پیسه میگیرند، استاد میکنه دلجام سواری خودم میبره یا بار خودم بار میکنه. دیگه این معلولین هم از بسیاری موترها پیسه میگیره. بر پایه آمارهای مدیریت عمومی پلیس ترافیک شهر کابل، روزانه بیشتر از 500 هزار موتر در پایتخت گشت و گذار میکنند. بر پایه این آمارها 1457 تن پلیس ترافیک مسئولیت تنظیم و رهنمایی این موترها را در بیشتر از 35 چهارراه پایتخت دارد، آماری که در مقایسه با جمعیت و ترافیک سنگین این شهر نامتوازن گفته می شود. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد حسین نظری، معاون تنظیم و مراقبت مدیریت ترافیک. سلام بر شما، خوش آمدین آقای نظری. سلام به شما جناب محمدی صاحب و همچنان همکاران تکنیکی فعلا و بینندگان محترم تلویزیون طلوع نیوز. درست، ما میخوایم از اینجا آغاز بکنم که پلیس ترافیک نظم دهنده شهر است یا عامل بی‌نظمی در شهر کابل؟ محمدی صاحب، از خود قانون جاده ترافیک استنباط میشود. این قانون به منظور تنظیم امن نظم ترافیکی و جلوگیری از خطرات که امکان وقوع آن بالا جاده های عامه متصور می باشد وضع گردیده است. اما چرا این نظم ما در کابل نداریم؟ قبلا شما هم فرمودین که اما ایجاد ظرفیت ترافیک نهایت زیاد و همچنان جاده های بسیار کمرز و در این راستا محمدی صاحب عرض برسانم که چون ما میثاق امنیتی داریم، درست، و در او راستا قبلا آمارگیری هم شده، نه تنها شهر کابل، 22 نواحی شهر کابل، 14 ولسوالی شهر کابل، همچنان تمام موانع یعنی تثبیت شده. محمد صاحب، در این راستا ما عملی به خیر طبق برنامه عمل به کار هستیم و انشالله اجراءات خود میکنیم. و محمدی صاحب، یک موضوع دیگرم که من اشاره بکنم، در راستای مکلفت های اساسی شهرداری شهر کابل، یک
ایجاد امار جاده های مدرن، ایجاد زیرزمینی ها، ایجاد پل و پلچک ها، ایجاد دلیزای پیادرا محمدی صاحب و همچنان ایجاد پارکینگ ها، ایزگاه های شهری بس و پاک نگه داشتنش توسط شهرداری ها با بخش ساختمان های شهرداری شهر کابل. در راستای تنظیم ما هیچ بومی کمیت که قبلا شما تذکر دادیم کمیت که ما واقعا کمیت داریم. یعنی ببینید که ما مثلا 1080 نفر ما مدام خدمات ما داریم محمدی صاحب. درست. 1080 نفر. بله. آمار ما دست خود دارم روزانه در حدود 500,000 موتر عملا در شهر کابل گشت گذار میکنن. ماموران ترافیک که داریم 1400 57 مامور ترافیک و در 35 چهارای کشور. درست. درست که آمار خیلی کمی است بر تنظیم شهر کابل میگه؟ بله بله بله. درست. من عرض کردم که 22 ناحیه شهر کابل و همچنان 14 ولسوالی موجود شهر کابل. ما در این راستا صرف در اشغال هستیم محمدی صاحب. مثلا از 6 صبح اشغال وظیفه میکنیم الا 10 شب. یعنی به این مانده که ما استراحت و نظرف اصلا نمیشناسیم محمدی صاحب. درست. اما در راستای تنظیم هیچ وقت ما کوتاهی نمیکنیم. قبلا هم یادآوری شد به ارتباط کراچی ها. ببینید کراچی ها به شکل هجوم میارن که مثلا در جادی آسمایی مثلا یادآوری بکنیم یا آبدی میوان یادآوری بکنیم که به صد نه دو صد نه 1000 همزمان و یک توقف واسطه نقلیه باعث ساعتها جیرانه بندش شهر کابل میشه. روی از این اگر صحبت کنیم کمال کرده پلیس ترافیک ناقانون است یا راننده ها؟ ما توصیه ما بر مضاف خدمات عامه طبعا در تنفیذ قانون که ما وظیفه داریم محمدی صاحب. درست. در این راستا اخلاق پلیس ترافیک باید حمیده باشه و این تاکید ما همیشگی است. با تمام جزات های ما میکرد ایفای خدمت می نماین. اما بیشتر راننده ها یا که مقام ها هم قوانین رعایت نمی کنند. مثلا بله. یکی از ترافیکین شما هستن آقای نجیب. اینا بلد کپ شدن از طرف یکی از اعضای شورای ملی که تصاویرش هم وجود داره. خیلی خشن است برخورد این نگهبانان اعضای مجلس. شما پیگیری کردین این موضوع را؟ هر قضیه آنان محمدی صاحب که بالای مضاف خدمات آمد صورت میگیره در جوار ما عوضات امنیتی موجود است. آنن ما ذریع مرکز خود تماس میگیریم و او عوضی امنیتی در او راستا اقدام میکنن و چون وظیفه از او بررسی همچو موضوعات میباشه. اما این بگذشت هر روز اینچنین توهین و زورگی ها در مقابل پلیس ترافیک ادامه داره و یکی از عامل بی‌نظمی در شهر کابل گفته شده. یقیناً که به خاطر از اینکه در این داخل شهر یوم ما ایفای وظیفه میکنیم محمدی صاحب با خصوصا اشخاص زورمند طبعا ما مقابل هستیم. الحمدلله در این اواخر به اساس هدایت مقام شخص وزیر صاحب مداخله و معین صاحب ارشد به می شکل سلسله مراتب و فعلا اکنون معاون صاحب اول ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا ما را هم انگیزه داده هم عملا با ما کار میکنه. شما چی انتظار اسنادهای امنیتی دارین زمانی که اینچنین یک رنجر نادهای امنیتی در جاده یک طرفه اینا به مو مسیر که در دلخواه خودشان از حرکت میکنن این گونه کار انجام میتن قوانین رعایت نمیکنن؟ در کنار از اون میتونم روز چهارشنبه بره به شما نشان بدم این تصاویر موتر آقای شیوای شرق است و این نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نزدیک چهارای زنبق. خیلی هم جالب است در نزدیکی ریاست جمهوری اینچنین بی‌قانونی ده. مردم چگونه باید تحمل بکنن؟ قانون بیشتر بالای مردم عام تطبیق میشه تا مقام ها. بله بله. در این راستا قانون تطبیقش یکسان است و همیشه تصویر محمدی صاحب خودتون که امیال نشان دادین تمام شهروندان های مواره میبینه. بله. و به این منظور ما گفتم که کسایی که در راستای قانون سطح آگاهیشون بالاست باز هم قانون جاده ترافیک افغانستان مراعات نمیکنن. پس رای حل چی است؟ چه کار باید صورت بیده بر حل مشکلات ترافیکی در شهر کابل و بی‌نظمی هایی که وجود داره؟ رای حل قبلا هم یادآور شدم که
واقعا شهرداری در امور جاده ها با ما جدی هم کاری بکنه. در راستای امید دستفروش ها و همچنان کدوچی هایی که موجود است، یعنی بدیل برشون موجود شوند، یا هم شهروند ماست. بله، تشکر. سپاس از اینکه شما حضور یافتین به برنامه. ممنون. تشکر محمدی صاحب. وقت هم وقفه. به دامه برنامه در کابل چی میگذرد خوش آمدید. در این بخش از برنامه ما صحبت میکنیم به اینکه زندگی شهری و مشکلات که در شهرها وجود داره چقدر میتونه بر سلامت روان ما تاثیر داشته باشه. آقای شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه را در این مورد با خود داریم. سلام بر شما، خوش آمدید. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز. امیدوار هستم یک روز خوب تابعی دم سپری کرده باشه. ممنون. بیماری های روانی و زندگی شهری که ما داریم، این مشکلاتی که در شهرها عملا وجود داره، به ویژه شهر کابل، چقدر بر سلامت روان تاثیر داره؟ متاسفانه باید بگویم که شهر کابل، فضای شهر کابل، تصویر کابل و آنچه که به نام نمادها و سمبل ها در شهر کابل نمایان است، ظاهر است و آشکار است بر سلامت روان آدمی که در شهر کابل زندگی میکنه یا کابلی که در شهر کابل زندگی میکنه، متاسفانه بر ذهن و روان و سلامتش بسیار آسیب زا است. من چند نمونه مثال براتون بتم. مثلا شما اولین شهر، تقریبا بگویم که اولین شهری است که قسمت زیادی از خانه هایش بالای دیوارهایش سیم خاردار است. بله، اولین شهری است که بیشترین موانع را در وجه میبینین که بر شما حس و پیام ناامنی را میده. اولین شهری است که در چندین ساحه و چندین قدم شما موتورهای نظامی را، آدم ها و افراد و اشخاص ماشیندار و تفنگدار و نظامی را میبینین که به اصطلاح دست با ماشه است. دستار حال نامناسبه که میداشته باشن، موهایشان نراز، متاسفانه به یک سرباز و به کسی که حراست از قانون میکنه نیست. و همطور شما بیاین مثلا در جاها و ساحاتی که ترافیک یا کوچه ها و پس کوچه ها و تصاویر و خط ها و دیدن افراد و اشخاص معتاد و امثال هم موارد را که وقتی شما میبینین و از این شهر میگذرین، شب به خواب میرین، خواب شما با اول با اختلالات و گوناگون خواب روبرو میشین. دوم، پیام این شهر بر شما بسیار پیام است با انبوهی از ناامیدی و شما آرام آرام به افسردگی و بیقراری و ناراحتی و استراب دچار میشه. درست. اگر اینطور تقسیم کنیم زندگی شهری را با زندگی در روستاها یا مکانهای آرام، چقدر میتونن تفاوت داشته باشه؟ بیشتر کدامش مناسب است؟ متاسفانه کابل یکی از مشکلات دیگه شیست که روستانشینان به خاطر اینه که در شهر زندگی کنه اینجا سرازیر شدن، به خاطر ای که اینجا کسب علم کنن، کسب کار کنن، چیز را به دست بیارن، آمدنش به اصطلاح یک تحول فرهنگی بدون شک. و ما با فرهنگ ها و خرد فرهنگ های عجیب و غریب در شهر کابل روبرو هستیم. یعنی ما یک شهروند به تمام معنا در کابل نداریم که ما بگویم که خب حالا این ملامت است یا سلامت است. اما آنچه که در دهات و روستاها و قریه ها و جاهایی که بیشتر دید فرد یا دید انسان وسیع است، سبزه است و بیشتر طبیعت است، شور و شب شهر کمتر است، آرامتر است، راحتتر است و بیشتر بحث نورولوژیکی هم اگر شود با هورمونایی که فرد در ذهنش ترشح میشه، با حالاتی که فرد میگیره و ساحات را که فرد میبینه برش بیشتر خوشایند است و میتونه برش که کاهش دهنده استرس ها و استرابای زیادش برش باشه. درست. یک نشریه جهانی یک مقایسه را در این میان انجام داده. مثلا زندگی شهری با زندگی روستایی یا مکانهای آرامی که افراد زندگی میکنن، مثلا بیماری که در نخست یادآوری کردن فراموشی مقطعی است. گفتن نسبت به زندگی روستایی، زندگی که در شهرها دو برابر فراموشی مقطعی وجود می داشته باشه. به این ترتیب اختلالات استرابی که است در حدود 20% گفته شده. به همین ترتیب خطر ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات روانی که ما داریم، زندگی که در شهر
شهرها صورت میگیرد تا به زندگی روستاها درود 40% است. یعنی یک آمار خیلی بلند. من باور دارم اگر یک گروه محققین بیاید به کابل تحقیق انجام داده شاید بیشتر از این بیشترین باشد. یک مسیح عربی آمده بود یک زمان با ما در این مورد مصاحبه داشت که شما در مورد ادیره هایی که در کابل است نظرتان چی است؟ یعنی در بقیه شهرها ادیره ها در شهر مرکز شهر نیست. بله. و یا هم اگر ادیره است بسیار مقبول از زیبا از پارک واری هستن. اما شما میبینید که حتی ادیره ها و قبر ها و دیدن بیرق ها در سر قبر و مرده ها در نزدیک خانه ها. نزدیک خانه های آپارتمان ها و مکاتب و شفخانه هاست که خودش یک مزلی دیگه کابل است. اما اگر روی این صحبت کنیم که مثلا کمبود فضای سبز هم میتونن چقدر تاثیر در این میاد داشته باشه یا آلودگی صوتی که ما داریم عملا در شهر کابل بیشتر است. متاسفانه آلودگی صوتی همچنان وجود داره. من تصور میکنم که بیشترین مشکلی که در شهر کابل از لحاظ روانی برای افراد و اشخاص ایجاد میشه دقیقا این مورد است که دیگه تقام در مورد اختلالات استرابی گفتم. این مسئله فراموشی مقطعی تا یک حد نشانه تکنولوژی و استفاده بیش از حد از تکنولوژی هم است تا یک حد زیاده. درست. اما در شهر کابل بیشتر مسئله استرابی بودن و در مرور زمان و به مرور زمان بعد از یک مدت مسئله افسردگی و اختلالات مربوط به افسردگی است که بیشتر مسئله خواب و امثال و موارد همه. من تصوری میست که انواعی از آنچه که در یک شهر نباید باشه در شهر است. حتی در آلودگی صوتی هم ما انواع از آلودگی های صوتی را داریم. بله. مثلا شما در بقیه شهرهایی که در دنیا است کمتر میبینین که در شهرها وقتی محافل خوشی و به اصطلاح محافل های شادی برگزار میشه، شما در کابل بیشتر تجربه میکنین که در یک ساحه یک در یک ناحیه یک عزیز ما یک شهروند ما یک محفل را در طرف شب در خانش برگزار کرده که چهار بغل چندین کیلومتر کس نمیتونه خواب کنه در اون شهر. این آلودگی صوتی به این شکل در دنیا نیست. بله. ما داریم آلودگی صوتی را گوناگون داریم در شهرهای دیگه، اما در کابل بیشترینش متفاوتترینش و مختلف انواعش وجود داره که این میتونه برای باز هم برای اختلالات استرابی آسیب بزنه. یعنی صوت و صدا همچنان در پهلوی آلودگی هوا، آلودگی صوتی هم همچنان تاثیر داره بر روان و ذهن و سلامت روان متاسف. یعنی بیشتر این مشکلات سبب شده که حتی ما هم برخورد صمیمانه با یک دیگر نداشته باشیم. اگر یک صحبت خوبتری هم صورت میگیره ما عاجل خشمگین میشیم، عاجل برخاشگر میشیم. این بیشتر میتونه می علائم بدون شک این خشم و موارد مربوط به خشم ما بیشتر به نظافت و پاکی شهر هم ربط میگیره. درست. یعنی هر قدر شما غذاهای خوب و غذای صحی صرف کنین یا مصرف کنین و رژیم خوب غذایی داشته باشین یا غذا را پاک صرف کنین میتونه بر کاهش خشمتان تاثیر بگذاره. اما انواع مسائل کلسیم و موارد دیگه هست. اما در مسئله آلودگی و جمعیت میتونه خشم را بالا ببره اینجا بدون اینکه آلودگی صوتی است و امثال موارد است یا نیست. من تصور میکنم که یکی از مشکلات دیگه کابل یا شهر کابل آلودگی افزایش جمعیت هم است. یعنی کم برای هر فرد حداقل نیاز است که 8 متر فاصله داشته باشه تا اکسیژن تنفس کنه. شما در کابل کمترین دو تر ساحت میبینید که اتر جمع جوش و به اصطلاح به اندازه مردم نداشته باشن. اینا مسائل همچنانی است که میتونه سر سلامت روان متاسفانه تاثیر بگذاره. درست. آقای عزیزی اگر صحبت کنیم که راهکارها میتونه در این قسمت برای حل چی باشه ای که ما یک سلامت روانی در شهرها داشته باشیم، یا بگونه این گونه اگر صحبت کنیم که حکومت ها متوجه این مسائل بیشتر هستن یا که خیر؟ متاسفانه که حکومت های ما به خصوص اخیراً چند دهه که اخیراً تجربه میکنیم حکومت های ما بیشتر مصروف و مشغول و سرمایه‌گذاری سرموارد و مسائل دیگه بودن. فکر میکنم که هنوز هم آلودگی هوا، آلودگی صوتی و شهرنشینی و زیست در شهر هنوز برای شهر و شهردار و کسی که در شهر زندگی میکنه حتی باشنده شهر مهم نیست. خود بله. باشنده های شهر این رو جدی نمیگیره. شما متوجه میشین بعضی اوقات امو افزایش کثافت رو که روز تا روز در شهر اضافه میکنیم به عنوان یک شهروند، یعنی ما حتی ما مسئول نیستیم، چی مانده که باز مسائل در سطح کلانی که به شکل سیاسی است که مصروف از دولت های ما همیشه مصروف بوده. متاسفانه این چیز اطور یک مورد خاصی، یک راهکار خاصی، یک راهبرد خاصی وجود نداره متاسفانه. من تصور نمی کنم، ولی من تصور می کنم که یک موردی که نیاز از در قسمت او سرمایه های اجتماعی ما است. من فکر می کنم که اگر ما دوباره مش اشرها و یا حداقل مسئولیت های شهروندی را که خود به یک آموزش شهروند شدن نیاز داره که مثلا هم نیست. متاسفانه ما کمتر در مکاتب و در نصاب ما شهروندی را و زندگی شهری را تدریس میکنیم.
کمترین مورد این قسمت وجود داره که ما شهرنشینی را یا زیست در یک شهر را او را فرا بگیریم. یا مثلا خود بیایم سر خود کابل، که خود کابل از لحاظ شهرنشینی واقعا یک شهر است یا نیست، آیا واقعا کانالیزاسیون داره نداره، او راه ها و سرک ها و جاده ها و اسگاه ها و امثال و مواردی که نیاز است به یک شهر، کلینیکی که نیاز است به یک شهر، پارکی که نیاز است به یک شهر است واقعا یا نیست، آیا پارکی که در کابل است رب مثل یک پارک کابل است یا نیست، پارکی که در کابل است، یعنی در بقیه شهرها اگر پارک است او پارک با پارکی که در کابل است چه فرق داره؟ مثلا شما پارک شهرنو را یا پارک زرنگار را مقایسه کنین با پارک هایی که حداقل در شهرهای امسای ما مثلا در اسلام آباد یا تهران وجود داره، کمترین مقایسه میشه با شهرها شا با پارکاش، یعنی ما حتی در ساختار شهر خود مشکل داریم، مشکل داریم که ما حتی از ساختار شهر مشکل داریم، با چی مونده که باز بیم سر شهروندی این شهر یا انواع مسائل و اصول و کدهای اجتماعی این شهر. 10 سال است ما مبارزه میکنیم که چطور خیابانهای آزار و اذیت خیابانی را کاهش بدیم، نمیتونیم کاهش بدیم، انواع مسائل دیگه را نمیتونیم کاهش بدیم، چی مونده که باز ما بیم به معنای واقعی به یک شهروند بمانیم و در شهری که ما زندگی میکنیم زندگی داشته باشیم. درست، اما کار باید از کجا آغاز شود؟ اگر واقعا تا اکنون کسی به فکر این مسائل نبوده، میتونه بیشتر از پیش مسائل به یکی از موارد مبدل شود که خیلی خطرناک باشد در آینده. من تصور میکنم که نفوس کابل مناسب نیست به کابل، یعنی شما نمیتونید با این نفوس بتونید شهروندی را در کابل یا آنچه که نیاز برای یک شهر است داشته باشین، از او از روابط اجتماعی گرفته تا همه مسائلی که در شهر وجود داره. شما باور کنین وضعیتی که فعلا در شهر میگذره افراد گوناگون را در خود میبلند میخوره. ما در مورد جرایم و جنایاتی که در شهر کابل وجود داره باوری میست که شهروندای بسیار عادی شهر کابل به جرم جنایت رو آوردن، بنابر مسائل کاری و مسائل قانونی و مسائلی که امکاناتش خیلی سخت است. شما با این شهر با این نفوسی که دارین، مثلا ما فقط اگر ساحه کارتینه رو بر شما مثال بتم، ناحیه اشتا شما چند صد هزار نفر در اینجا زندگی میکنه و تنها مسئله پلیس شگه بیارین که آیا 300 یا 400 هزار نفری که زندگی میکنه چقدر پلیس نیاز داره، چقدر کارمند شهروالی نیاز داره، یا چقدر مکتب نیاز داره، چقدر مسجد نیاز داره، اینا را اگه بررسی بگیرین نمیتونین به زودی به این آسانی برش یک راهکار و یک استراتژی عاجل بریزین و این میتونه به مرور زمان حتی اجازه بتین رو برطرف بکنیم که 1-10 سال 5 سال میتونن حداقل ما شما را با خود آسیب بزنه یا ببلعه، ولی نسل آینده ما اگر کدام تصمیم و برنامه برای شهر کابل چید یا برگزار کرد یا تنظیم کرد و شهر را برای خود شهر مسون از لحاظ اجتماعی و روانی ساخت، خوب در غیر اون ما به زودی به این رقم نمیتونم دیده که زود شهر کابل بمانه. من صحبت های شما این چنین دریافتم، اگر هر کدام ما در حال حاضر پیش یک روانشناس بریم، روان درمانی بریم، حتمی مشکلات اختلالات روانی داریم که باید برش رسیدگی صورت بگیره. من به عنوان یک روانشناس وقتی که در شهر میگردم و میبینم احساس میکنم که افراد زیاد و اشخاص همه زیاد مشکلات روانی داریم. افراد زیاد اشخاص زیاد هستن که نیاز دارن به درمان و یا به حداقل یک بررسی روانشناس که ما میتونیم بگویم که بیماری های روانی باز با مشکلات روانی هم فرق داره. حتی ماها که خود ما روانشناس هم هستیم در بسیاری موارد با مشکلات روانی روبرو میشیم. من تصور میکنم که یک مسئله کلان دیگه امنیت هم است. اگر امنیت در روستاها خوب شوه و ما پس یک قسمت زیادی از مردم ما پس به اطراف روستاها بره، فکر میکنم که کابل یک نفس خواهد کشید. مثلا شما در سروی های یا گزارشات محیط زیست یا نهادهایی که از هوا گزارشات معمولا میده گفتند که شهر کابل در قرنطین در کرونا هوایش مثل 48 سال قبل شده بود. یعنی شما تصور کنین که حتی آب و هوای کابل نمیتونه به این مقدار مردم کافی باشه، چه مانده که مسئله امنیتش و بقیه نیازهایی که یک شهروند در شهر داره. درست، چقدر از بیماران شما در یک روز دارین یا در جریان یک ماه دارین که با عین مشکلات میان به شما مراجعه میکنن و راهکارهایی را که شما میگین، راههای حل را که به شما برای اونها پیشنهاد میکنین کدام مورد است؟ متاسفانه ما در کناری که درمان میکنیم و کار درمانی رو پیش میبریم همچنان مصروف تدریس و آموزش هم هستیم. از نظر مسلکی هم یک روانشناس حداقل باید یک روز دو روز کار کنه در درمان. بیشتر از او اگر در مرکز درمان هم باشه به خود روانشناس هم آسیب میزنه، دیدن مراجعین زیاد. ما تقریبا 25 نفر
روزانه که در دروش 50 نفر مراجعه داریم و اینا کسایی هست که به اصطلاح در جمع چند صد نفر و چندین نفر به اصطلاح تانسته که نوبت تنظیم کنن یا نوبت بگیرن و این افراد هم تنها من اونا را کشان کار نمی کنم. همکارای زیاد ما هستن که این 25 نفر را 4 نفر 5 نفر 8 نفر روزانه حداقل هفته دو روز بتونیم تنظیم کنیم درمان کنیم و این که چی تعداد افراد زیاد مراجعه میکنه با ما و در این سروی شما هم گفتین بیشترین افرادی که با ما مراجعه میکنه اختلالات استرابی داره که او از پدیکاتک شروع تا وسوسه و تا استرابا و انواع اختلالات گوناگون. مثلا چی راه های حل برشان باز پیشنهاد دارین؟ ما وقتی که استرابی یا یک مراجعه وسواسی یا کسی که وحشت زدگی داره پیش ما مراجعه میکنه، ما در ارزیابی خود دور سطح استرابش یا افسردگیش اول ثابت میکنیم که خب این سطحش چگونه است. مثلا یک کسی اگر افسرده است کدام سطح است، خفیف است، متوسط است یا شدید است. روانشناسا کارشان در کل دنیا یک نوع است. یک ارزیابی صورت میگیره، بعد از یک ارزیابی اگر شک وجود داشته باشه تست روانی صورت میگیره، بعد به اندازه‌ای که متوسط است، خفیف است یا مزمن است، شدید است، برش پروتکل یا راهکار یا طرح درمانی تشکر. 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 سپاس از اینکه حضور یافتین به برنامه. سلام و عبیند عزیز، در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم که بیننده چند گزارش در مورد دیگر مشکلات شهر کابل از ناامنی گرفته تا راه‌اندازی پروژه های در بخش اشتغالزایی از سوی شهرداری کابل باشد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. نخستین روز هفته که سپری شد با یک عمله انتحاری آغاز شد، عمله که در برابر در ورودی مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقه دشت برچی کابل رخ داد. گفته میشه که 30 تن در این رویداد جان باختند و 70 تن دیگر زخم برداشتند. دانش آموزان این آموزشگاه کسانی با عمر کمتر از 25 سال بیشترین قربانیان این رویداد بوده اند. قسمی شد که بگم آتش داخل اتاق من از درش پنجره ها شکستم، آتش داخل اتاق من. وقتی این ترش خود اندوال احساس کردی کمی گاز پارش ده. یک لازم شیشتی متوجه از درگاه بوشت سعی کردی از درگاه اولی که کچه دیگه وضعیت خراب است. وقوع عمله های بزرگ حراس افگنانه در سالهای پسین در شهر کابل سبب شده است که پس از هر رویداد حراس نگرانی بیشتر در دل پایتخت نشینان رخ نکند. این حراس ها در دل باشندگان منطقه دشت برچی بیشتر از هر بخش دیگر پایتخت محسوس است، چنان که پشت در شمار بسیاری از مسجدها و مرکزهای آموزشی در این منطقه حضور شماری از نگهبانان برای جلوگیری از عمله های حراس افگنانه بر این مرکزها چشمگیر شده است. مردم را مجبوریت های ناامنی در واقع وادار به این ساخته که خودشان استاد شوند به خاطر تامین امنیت اماکن. در روی بازار مردم لج میکنند، دزدا حملات هنوز هم وجود دارد. این مرد که صراف است میگوید که روز سه‌شنبه در چهار راه پل سرخ کابل هدف عمله دزدان مسلح قرار گرفت. به گفته وی دزدان نخست وی را زخمی ساختند و سپس پولهایش را با خود بردند. سه چهار مرمی زد، ما که پسکو یافتیم و پیسه ما را گرفت، ما بین خلطب گریختم در صورتی که در سر چهار راه پول رنجر پلیس هم استاد بود. در همین حال در هفته پسین در انفجار یک موتر بمبگذاری شده در منطقه چهارقلعه وزیر آباد کابل و نیز انفجار دو ماین مغناطیسی در اوزه های ششم و سوم امنیتی پایتخت 4 تن جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. با این حال فرماندهی پلیس کابل بر تامین هرچه بیشتر امنیت پایتخت تاکید می‌ورزد. به گفته این نهاد در یک ماه پسین فرماندهی پلیس کابل از وقوع 33 عمله حراس افغانانه در پایتخت جلوگیری کرده است. وضعیت به طرف مثبت رو به تغییر است و ما در آینده نزدیک شاهد تغییرات بیشتر در گراف جرایم خود بودیم. بر اساس آمارهای فرماندهی پلیس کابل در یک هفته پسین 30 رویداد جنایی در پایتخت روی داده است. 50 تن به اتهام این رویدادها بازداشت شدند. بر پایه این آمارها 2 قتل در این هفته صورت گرفته است. در همین حال فرماندهی پلیس کابل با نشر خبرنامه های در رسانه های اجتماعی از بازداشت 26 تن به اتهام جرم های جنایی، 9 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر با 7440 کیلوگرم مواد مخدر، 6 تن به اتهام فروش پتاقی با 90 بسته پتاقی، 4 اراده وسایل نقلیه و نیز 2 میل سلاح از سوی این نهاد در جریان یک هفته پسین خبر می دهد.
همزمان با آنچه که افزایش نگرانی ها از پیامده های ناگوار اقتصادی بیماری کرونا در کشور گفته می شود، شهرداری کابل از آغاز بخش چهارم برنامه اشتغالزایی حکومت برای پایتخت نشینان خبر می دهد. به گفته این نهاد، قرار است که 121 پروژه به ارزش نزدیک به 8 میلیون دلار در آینده نزدیک در شهر کابل به گونه عملی آغاز شود. به گفته شهرداری، این پروژه ها در بخش های چون بازسازی، بهسازی و نگهداری از زیربناهای شهری و به گونه کوتاه مدت را اندازی خواهد شد. در هماهنگی با بانک جهانی ما بیشتر از 680 هزار بست برای شغل کوتاه مدت ایجاد بکنیم و هموطنان عزیز را به خاطر ازی که خوبتر مدیریت کرده باشیم فضای کرونایی را و بحران اقتصادی که ناشی از ویروس کرونا در سطح شهر کابل به میان آمده بود ایجاد کردیم. شهرداری کابل میگوید که با آغاز این پروژه ها زمینه اشتغالزایی برای 680 هزار تن در پایتخت فراهم خواهد شد. این پروژه ها قرار است به همکاری و پشتیبانی مالی بانک جهانی به هدف مدیریت آنچه که بحران اقتصادی و اجتماعی برخواسته از بیماری کرونا گفته می شود راه اندازی شود. با تدوین یک پالیسی درست ما می تانیم که پولای کمک شده را استفاده درست بکنیم که متاسفانه دولت افغانستان فاقد از این پالیسی است و ما امیدوار هستیم که حداقل در این برنامه آغاز خوبی باشه بر تدوین پالیسی ها. شهرداری کابل در حال از راه اندازی این پروژه ها خبر می دهد که به گفته وزارت کار و امور اجتماعی پس از سپری شدن دوره قرنطین در پایتخت نرخ بیکاری افزایش نگران کننده داشته است. بر پایه آمارهای این وزارت بیماری کرونا سبب شده است که نرخ بیکاری در کشور 30% افزایش یابد. آمار بیکاری قبل از کرونا 24% بود، متاسفانه بعد از کرونا بیکاری و کمکاری 54% است. ما متاسفانه یکی از کشورهایی هستیم که نهایتا از ناحیه کرونا آسیب پذیر شدیم و بازار کار افغانستان دچار آسیب شده. ما در صدد جبران این آسیب اقتصادی هستیم. شماری از پایتخت نشینان با استقبال از راه اندازی این پروژه ها از آنچه که حیف و میل شدن پول های این پروژه ها از سوی شماری از مسئولان و نیز وجود فساد در چگونگی عملی سازی این پروژه ها می گویند نگران هستند. فقیر بیچاره دکار شه، زمینه مساعد برای اینا جور شه، کار خوبه از نظر نیکی است. اگه حیف میل شه دیگه کار خوبه نیز برای کار نیست، غریبی نیست، کل پروژه ها رو میگیرن دوزی میکنن، در خلطه خود میندازن، در جبه خود پر میکنن. خساره های اقتصادی برخواسته از بیماری کرونا برای کارگران روزمزد بیشتر از هر کس دیگری گفته می شود. چهارراه‌های کابل روزانه گواه حضور شمار بسیاری از این کارگران است که برای دریافت کار روزمزد ساعت‌ها انتظار می کشند، اما شمار کمشان موفق به دریافت کار می شوند. شش صبح میایم تا شش بیگاه، کلگی بیکار باشیم، مول خودم یکان 500 نفر 600 نفر داریم چه کنیم خواهد. به گفته شهرداری کابل، طرح پروژه هایی که قرار است را اندازی شود از سوی اداره برنامه انکشافی پایتخت طراحی گردیده است. این نهاد می‌افزاید که 4 ماه زمان خواهد برد تا این پروژه ها پس از سپری شدن روند تدارکاتی و امضای تفاهم نامه ها با شرکت های عمل کننده این پروژه ها به مرحله اجرایی برسند. شماری از دکانداران و مالکان مارکت های آجی افغانجان مشهور به سرای جلغوزه و مارکت نوری در ساحه اوزه نخست امنیتی پایتخت میگویند که ساخت و ساز یک بلند منزل در برابر دکانهایشان کاربارشان را به چالش های جدی روبرو کرده است. این دکانداران میگویند که در پی حفر تهکوی این ساختمان راه رفت و آمد به دکانهایشان لغزیده است و نمیتوانند به انتقال و خرید و فروش اموالشان ادامه دهند. به گفته آنان راه تخریب شده مسیر رفت و آمد روزانه هزاران تن به این محل را می سازد. کارشان به کمدن تعداد گپا جریان داره که مکمل سرک که راه عامل منفعه است، راه مارکت هاست، کاملا تخریب ساختنشه و هر باری که ما به نایه جا مراجعه میکنیم کسی نیست که آواز ما را بشنوه. فعلا به مارکت ما مال آمدن امکان نیست که ما بیاریم با موتر. البته کلی کار ما با کراچی شده لیم. در کلان مشکل کلان ما گرفتار دیگه شدیم. را قید است. موتر آمده نمیتونه. رفت آمده نمیشه. حتی پیاده هم کسی آمده نمیتونه. نایا میگه که بیادر ما مشکل حال میکنم. وقتی اینجا میان پیسه میگیرن دیگه دیگه پینی. ما میرم سرایوانو میگیریم که مالک سرای بیادر این مشکل مال کو هم فکر کنم میترسه. آیا ما مشکل این مردم چطور میشه؟
این دکانداران میگویند که ساخت و ساز این ساختمان خساره های هنگفت مالی به آنان و کارمندانشان وارد ساخته است. به گفته مالکان این دکانها، ساخت و ساز این ساختمان سبب شده است که دکانهایشان مبدل به حویلی شود که دروازهش بسته است و خریداران نتوانند به دکانهایشان رفت و آمد کنند. سال گذشته ما 13 لک افغانی ضرر دیدیم دینیم مارکت. 13 لک افغانی. مال ما ماند، را نبود. یک بوجی ماله. یک بوجی مال. ما میوردیم به موتر از ما پایین میکرد. جولی عقش در بود. آل ما در کجا پایین میکنیم؟ باقی قاضی. یک بوجی را از 50 روپه ما مصرف میدیم. که سال ما زیاد است بیادر. این دکانداران، حکومت را به بی‌توجهی در برابر خودشان متهم می‌سازند و از مسئولان می‌خواهند که برای حل این چالش هر چه زودتر اقدام کنند. خلق دغل ترازی را گل ازش نهایت شکایت که نهایت والا هیچ ما بررسی میکنیم، ما تفتیش میکنیم، بس هیچ نتیجه معلوم نده. دغل حساب ده. نو نه تفتیش تا و نه بررسیش تا و نه را گل کم همکاری مونږ سره کړی ده. کسی یک بلوک سرک یک نفر سر به خود کندن نایه آمده، عوضه امنیتی آمده، گفته تو به امریکی، به اجازه کی توی ای بلوک سرک دولتی است، تو چرا ای را کندی؟ اما اینجا رای هزاران نفر روزانه از این را خانم ها، مردا، ریستفیدا، خلاصه رای آمد، از این را عبور میکنن و از اینجا نمیفهم که چرا کسی از این را بازخواست نمیکنه. همون مالک این ساختمان که در منطقه مشهور به باغبان کوچه مشغول ساخت و ساز جایدادش است با تماس های پی در پی حاضر به گفتگو با ما نشد، اما یک تن از نزدیکانش بدون حضور در برابر کمره طولونیوز با رد ایده های این دکانداران علت تخریب جاده واقع شده در این محل را وجود چاهای جذبی افروش شده از سوی دکانداران این مارکت ها می گوید. در همین حال مسئولان ناحیه اول شهرداری کابل با رد ایده های این دکانداران مبنی بر آنچه که بی‌توجهی مسئولان ناحیه برای بازسازی این جاده میگویند بر رسیدگی به این موضوع تاکید میورزند. دغه یو ساعت وړاندې ما دوړه جانب هم د دې گاونډیان او هم صاحب دې هم د حیدری بزنس منګ راغوخته ورته ویلې چې تاسو چې دغه کار کوو د ساختمان د مشکل تاسو ګاونډیان ته رسېدلی سرک مو خراب کړی، نو سرک باید هر څه عجل بیرته عمار کې جوړې کړي. بیا خپله صاحب د مالک اعتراف وکړه او هغه یې قناعت وکړه او ویویلې چې زه بیرته دغه سرک دوباره عمارومه او په اساسي شکل عمارومه. با سازی این ساختمان در حال ادامه دارد که به گفته مسئولان شهرداری پایتخت، ساخت و ساز هر گونه ساختمان در شهر کابل از سوی شهرداری برای مدت توقف داده شده است. سرای جلغوزه یکی از بزرگترین محل‌های خرید و فروش و صادرات جلغوزه به داخل و خارج کشور گفته می شود. مارکتی که نزدیک به 300 کارمند و نیز نزدیک به صدها دکان را در خود جای داده است.